خب دوستان و همراهان همیشه کانال حسین از MMA، درود بر شما. از صوفی های تخت بلغارستان در خدمت شما عزیزان هستم. مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2022 وزن 60 کیلوگرم در روی کشورمون سعید اسماعیلی از دسفول در مقابل کشتیگیر از آذربایجان قرار گرفته، شاهد ممدلی. ببینیم چه میکنه دلاور کشورم. کشتی نیمه نهایی هست، برنده این دیدار به فینال راه پیدا خواهد کرد. کشتیگیر کشورمون با دونده قرمز و ممدلی آذربایجان با دونده آبی هست، رو دسته هم دیگه کار میکنه. درخواست کم کاری میشه برای کشتیگیر ما. یه لحظه حالا رفت به تابون خاک کنه کشتیگیر ما رو که هوشیار بود. حالا یک امتیاز برای ممدلی آذربایجانی در نظر گرفته میشه و سعید باید در خاک بنشینه. امیدواریم که در خاک قرص محکم بنشینه. کشتی های امروز صبح که عالی تو خاک میشه است. ببینیم چه میکنه. دستا کاملا عبور داده، گلاب میکنه. حالا ببینیم میره برای بارانداز یا لیفت. یه لحظه چپ نشون داد، احتمالا میخواد لیفت کنه. نه، اومد برای بارانداز و داور میتونه سرپا بده. ماشاءالله خوب مقاومت کرد، خوب نشست تو خاک. ماشاءالله چه کشتی 1-0. حالا ما امتیاز رو داریم. اگه دسته کشتی ما یه مقدار بهتر کار کنه به کشتی آذربایجان اختار خواهند داد. خوب داره کار میکنه، رو به جلو دستیره که از این محرم موچه دست رو گره گرفته تا کشتی آذربایجان نتونه بره برای اجرای فن. داوران نشون میده که کشتی گیره آذربایجان کم کار هست. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دلاور دسفولی کشورمون نفر دوم قهرمانی جهان هست، سعید اسماعیلی در اوفای روسیه. طلای نوجوانان جهان رو داره، البته در 51 کیلوگرم. طلای نوجوانان آسیا رو داره، اومده طلای جوانان جهان رو هم بگیره که ویترین مدال‌هاش کامل بشه. امیدواریم به این مهم دست پیدا کنه. امروز کشتی‌های زیبایی گرفت. کشتی‌هاش همه سنگین ولی زیبا و پر افت و خیز. همچنان بدین افت و خیز کشتی ادامه پیدا میکنه. داریم به پایان سری اول نزدیک میشیم. خب 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه. دو کشتی نزد مربی‌های خودشون میرن. ببینیم آقای دلنگیز چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای 3 دقیقه دوم. امیدواریم که دلاور کشورمون خودش رو به فینال برسونه. دیدار نیمه نهایی است و برنده این دیدار به فینال راه پیدا میکنه. این سمت هم کشتیگیر آذربایجان رو دارن آماده میکنن برای 3 دقیقه دوم. ما این امتیاز رو داریم که اگر یک مقدار دسته کشتیگیر ما بهتر کار کنه، مطمئنا به کشتیگیر آذربایجان ممدلی اختار خواهند داد. دلاور کشورمون در گام اول مایکس بل بلک امریکا رو 9-0 شکست داد. در گام دوم کشتی ژاپنی 13-9 در حالی که 5 امتیاز عقب بود تو 30 ثانیه شکست داد. خب حالا کشتی آذربایجان میاد که سرعت رو بالا ببرد، اختار ندن بهش. 30 ثانیه کشتی ما دستش بهتر کار کنه، مطمئنه کشتی آذربایجان رو در خاکش میشونن. تو خاک استادانه کار میکنه دلاور ما. اساس بهتر داره کار میکنه. یه جایی میشه گفت هر دو کشتیگیر دارن خوب کار میکنن، ولی کشتیگیر ما رو به جلو هست. ببینیم از میانه توشک رد میشه به سمت کشتیگیر آذربایجان. رو به جلو هست، گلدورتر از کشتیگیر ما. ببینیم اسم هیئت داوری چه خواهد بود. داور یه جایی نشون میده که یه لحظه حالا کاش تعقیبش میکرد، یه لحظه خرابش کرد، کاش تعقیبش میکرد، میرفت برای فند. حالا این ور قاضی درخواست کمکاری میکنه برای دونده آبی. بله، مورد تایید قرار میگیره. داور هم میبینه و یک امتیاز حالا به کشتیگیر ما میدن و حالا باید در خاک بنشینه. نیهات زامید ممدلی باید در خاک دلاور کشور ما بنشینه. ببینیم چه میکنه در خاک. باید فرانی که برنداز هایی که امروز صبح زیبا به اجرا میذاشت اینجا هم به اجرا بذاره و خودش رو به فینال برسونه. خوب داره جا بجا میشه کشتیگیر
آذربایجان هنوز انتوس حالا لیفت میکنه، یه لحظه لیفت کرد ولی خب پش بره برای بارانداز، داره زمان از دست میده، سرپا میده داور، نتونست خودش که تو خواهی محکم نشست. کشتگی آذربایجان هم خوب مقاومت کرد، یه دقیقه 40 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم، ما مطمئنن پایین نتیجه یک بر یک ما برنده ایم، ولی مطمئنن امتیاز رد و بدل خواهد شد. کشتگیر آذربایجان سرحال هست، امیدواریم که بره برای جای فن دلاور کشورمون. داره قبل نیمه نهایی هم تونست کشتی اوکراین رو 12-4 شکست بده و به نیمه نهایی راه پیدا کنه، یه لحظه حالا گست میکنه کشتیگیر ما میرفت که وقتی تعادل کشتی آذربایجان به هم میخوره خوبه که بره برای جای فن، میتونه تعقیبش کنه و امتیاز بگیره، باید دستاش بهتر کار کنه که در خاک ننشونن دوباره کشتیگیره ما رو. همین درسته، دستش باید بهتر کار کنه، نشون بده که داره کار میکنه. 50 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم، داور نگه میداره و به کشتیگیر دونده آبی تذکر میده که دست رو به خطا نگیره. امتیاز مطمئنی نیست، یک برای یک مساوی هستیم. یه لحظه میشینه برای کمرگیری محمدلی، داریم به محض 30 ثانیه میرسیم و دیگه اختیاری هم داده نمیشه، امیدواریم بتونه اداره کنه کشتی رو. اگه یه دوتایی میگرفت خیالمون راحت میشد، باید بزن زیر کتف تو همون حالت نگهش داره. همین درسته، زمان داره به نفع ما سپری میشه، لحظات نفسگیریه واقعا. 15 ثانیه داریم به محض 10 ثانیه میرسیم، خدا کنه که اتفاق خاصی نیفته و اشتباه خاصی از کشتیگیر ما سر نزنه. به زیر 10 ثانیه رسیدیم، 8 ثانیه، 7 ثانیه، 6، 5، 4، 3، 2 و میریم که بله بله اولین فینالیست فردای ما مشخص میشه، داره برای کشورمون سعید اسماعیلی از نصفول به فینال راه پیدا میکنه. تبریک میگیم، تبریک میگیم به همه کشتی دوستان، به اسماعیلی عزیز و مربی های زحمت کش از کشورمون. خب خدا رو شکر اولین فینالیست امروز. خوشحالیه های دلنگید، ما امروز 5 تا نیمه نهایی داریم. خب دوستان با لایک و کامنت هاتون به ما انرژی میدید و خستگی رو از تن دلاورای ما خارج میکنید. دوستان تا دور دیگر، بدرود.